همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه. آقای آقایی خیلی خوش آمدید. آقای روز به روز نگرانی غرب نسبت به دخالت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین در حال افزایش، در مقابل شاهد بی‌تفاوتی مقامات جمهوری اسلامی هستیم. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، فکر می‌کنید باید منتظر چه واکنشی از سوی غرب باشیم؟ به نظر میرسه که خب جنگ اوکراین و اون مداخله حالا مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی توی این جنگ عملا به یک عامل تقویت کننده همکاری ها بین تهران و مسکو تبدیل شده و این همکاری ها به حال نگرانی های رو ایجاد کرده نزد مقامات غربی، یعنی قدرت های اروپایی و آمریکایی، به خاطر اینکه قبلا بیشتر این تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی متوجه منطقه خاورمیانه بوده، کمتر ارتباطی داشته با حالا مثلا تو زمینه پهپاد و نظامی به واقع اروپا، ولی الان جنگ اوکراین این ابعاد جدیدتر و خطرناکتری از این تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی رو حتی متوجه اروپایی‌ها کرده. ولی به هر حال به نظر میرسه که واقع بینانه باشیم، هنوز غربی‌ها، قدرت‌های اروپایی و آمریکا اون طور که در واقع انتظار شاید بره در برابر این تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی برخورد نمی‌کنن. به نظر میرسه که اونها یک سیاستی، یک ملغمه از دیپلماسی و فشار محدود رو فعلا در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفتن که هدفش مهار و تضعیف کنترل شده جمهوری اسلامی هستش، تا ببینن که این روند جنگ اوکراین به کدام سمت میره و در میان مدت و در کوتاه مدت و میان مدت بتونن از طریق همین ابزار فشار محدود که عملا این جنگ اوکراین هم در واقع این مسئله رو بیشتر اهمیت داده برای غربیا که مقابله بکنن با مثلا جمهوری اسلامی، در میان مدت و کوتاه مدت بتونن از جمهوری اسلامی تو قضیه اتمی امتیاز بگیرن، یعنی فشار رو نمیبرن روی فشار حداکثری. من فکر میکنم که اونا میدونن که در واقع جمهوری اسلامی قطعا زیر نظر دارن مقامات آمریکایی این همکاری‌ها بین تهران و مسکو رو، ولی همچنان منتظرن ببینن که این شراکت که حالا یا این همکاری بین تهران و مسکو تا چه حدی جلوتر خواهد رفت. ولی اونا قطعا دارن میبینن نشانه‌هایی که این همکاری بین تهران و مسکو همکاری هستش که نگران کننده است واقعا برای اونها. آقای این سطح همکاری رو میشه الان گفتش که جامعه جهانی رو هم نگران کرده؟ آیا میشه گفت که این سطح همکاری یک نوع همکاری استراتژیک کامل هست بین این دو کشور؟ به هیچ وجه اینطور نیستش. ببینید، پوتین در 31 مارس گذشته، یعنی حدوداً دو ماه پیش، یک سندی رو امضا کرد تحت عنوان دکترین جدید سیاست خارجی روسیه. این دکترین جدید سیاست خارجی روسیه در برگیرنده اون مفاهیم و اصول بنیادین سیاست خارجی روسیه هستش. و جالب اینجاست که توی این سند، توی بند 56، فقط دو بار اسم ایران اومده و در توصیف روابط روسیه و ایران، پوتین عملا و میشه گفتش که کلا دستگاه سیاست خارجی روسیه، همین روسیه که جمهوری اسلامی در واقع ادعا میکنه که باش روابط راهبری داره، خود پوتین، خود دستگاه سیاست خارجی روسیه در توصیف روابط بین روسیه و ایران از واژه همکاری استفاده کرده، کوآپریشن. و جالب تر اینجاست که روسیه توی همین سند در توصیف روابط خودش با ترکیه و عربستان از واژه مشارکت و شراکت استفاده کرده، پارتنرشیپ. و در این سند فقط و فقط در روابط با روسیه و هند هستش که اشاره شده به شراکت راهبردی. حتی روسیه در روابطش با چین و هند از واژه اتحاد یا اتحاد راهبردی استفاده نکرده. بنابراین ما باید واقعی بین باشیم. روسا نگاه ابزارگرایانه به ایران و جمهوری اسلامی دارن و به رغم تمام در واقع لفاظی که ما از طرف تهران شاهد هستیم، خود پوتین، خود روسیه برای رابطه خودش با ایران به هیچ وجه شراکت قائل نیست، یک همکاری است.